من در ششم بهمن 1348 یا 26 ژانویه 1970 در تهران به دنیا آمدم. رقص باله رو در حدود 5-6 سالگی در تلویزیون دیدم برای اولین بار، در حدود سنی که این عکس نشون میده، و از همون زمان هم محصور و مجذوب این هنر شدم. پدر و مادرم اصلیت همدانی دارند ولی از جوونی ساکن تهران بودند. ذوق هنری رو مادرم در وجودم گذاشت و پرورش داد که همیشه در طول مراحل مختلف زندگی هنریم مشوق و یاورم بوده. مادرم فرزند علی بیداریانه که از وکلای بزرگ و از فعالین جنبش مشروطه در همدان بوده و به خاطر فعالیت‌های سیاسیش مدت 6 سال رو در تبعید در ملایر میگذرونه. این یکی از خاطر انگیزترین عکس های باقی مونده از دوران کودکی منه. من با برادرم مسعود در بالکن خونمون در تهران ایستادم. از این خونه و مستأجرای مهربونش خاطرات خوش و فراوانی دارم. در 9 سالگی فعالیت های هنریمو شروع کردم و علاقه به هنر با طراحی و خوشنویسی شروع شد. سال دوم راهنمایی بودم که در مسابقات سراسری دانش آموزان تهران در رشته خوشنویسی رتبه اول رو کسب کردم. اینجا هم در حال بازرسی جوایزی هستم که در این مسابقه به دست آوردم. علاقه من به هنرهای تجسمی از طرفی و نبود امکان تحصیل در رشته باله در ایران بعد از انقلاب زمین ساز شروع تحصیلات هم شد در هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران. هنرستان در پیچ شمرون از محله های قدیمی تهران واقع شده که همه خاطرات شیرین نوجوانیم رو مدیون این دوران هستم. در سال 1987 و در 17 سالگی از ایران خارج شدم. ایده و آرزوی سازماندهی گروه باله که با الهام از فرهنگ ایران دست به تولید آثاری بزنه کاملا ایرانی در زمانی که در ترکیه زندگی می کردم در من زنده شد. این از معدود آثار نقاشی و طراحی باقی مونده منه که منظره ای رو در خارج از شهر کاستامونو در ترکیه نشون میده. من این طرح رو با مداد شمی تنها وسیله‌ای که در اختیار داشتم کشیدم. در این سادگیش این یکی از عزیزترین کارهای منه. ایده و آرزوی باله ایران در کنار همین رود و زیر همین درخت ها زاده شد. من در طول تمام دوران تحصیلم از باله به عنوان موضوع مورد علاقه‌ام برای طراحی، نقاشی و کارهای گرافیک استفاده کردم. در همین دوران ترکیه بود که به موسیقی پرشور پرویز مشکاتیان گوش دادم و در ذهن آرزو می پروردم، بی خبر از این که دقیقاً 20 سال بعد نوای همین موسیقی پرویز مشکاتیان سنگ بنای اثری میشه به نام سرزمین فیروزه‌ای. و در همین اثر بود که من تکنیک هنر غربی باله رو به طور کامل و برای اولین بار با موسیقی و حرکات ایرانی تلفیق کردم. در واقع سرزمین فیروزه‌ای نقطه عطفی در کار من بود به عنوان طراح و هنرمند باله، و همچنین اثر تبلور آرزوی دوردست و دست نیافتنی بود که 20 سال من رو در همه جای دنیا دنبال کرد. ورودم به سوئد در سال 1989 مصادف شد با یک دوران بسیار پرکار از نظر هنری و فعالیت‌های فرهنگی. در کنار برگزاری نمایشگاه‌های طراحی، نقاشی و نقاشی خط، کلاس‌های متعدد آموزشی در این رشته‌ها را می‌گردوندم و تدریس می‌کردم که مورد توجه مطبوعات واقع شد. در شهر فالون من به ریاست کانون فرهنگی هنری ایرانیان اون شهر انتخاب شدم و یک رادیوی محلی فارسی زبون رو که یکی از اولین رادیوهای فارسی زبون اون موقع در سوئد بود به نام رادیو پرنیان راه اندازی کردم.
تحصیل و آموزش در رشته باله رو در 21 سالگی شروع کردم که معمولاً برای شروع تحصیل در این رشته به صورت حرفه‌ای خیلی دیره. من موفقیتم رو در این رشته مدیون آموزش فشرده‌ای میدونم که مادام لیا شوبرت، مدیر آکادمی باله گوتنبرگ، به خاطر پشتکار علاقه که در من میدید برام در نظر گرفت.